سلام عزیزان، به بازار کشاورزی خوش آمدید. دامی باعث میشه که بهتر بتونه همین تیرگی همین در جذب عجب گرفتاری سوال‌های متداول و زیادی که کشاورزا و باغدارا از ما می‌پرسن در خصوص بودهای پاییزه و اهمیت اون و ترکیباتی که در این کود استفاده میشه هست. امروز می‌خوایم در خصوص این موضوع صحبت کنیم، پس با ما همراه باشین تا آخر این ویدیو. می‌خوایم در خصوص کودهای پاییز درختان صحبت کنیم. همونجوری که میدونید ما بعد از برداشت محصولات باقی، یکی از دغدغه‌های باغداران این هستش که گیاه در مقابل سرما محافظت داشته باشه و اینکه مواد غذایی لازمش تأمین بشه. اقدامات مختلفی در فصل پاییز انجام میشه بر روی درختان. یکی از این اقدامات استفاده از کودهای پاییزه هستش. خب کودهای پاییزه در باروری گیاهان و همچنین هجیم کردن میوه های هستدار نقش داره، اما به طور کلی اگه ما میخوایم صحبت کنیم، میگیم که کودهای پاییزه در حاصلخیزی خاک، افزایش میزان زهکشی خاک و در نگهداری میزان رطوبت خاک، تأمین مواد مغذی بافتهای گیاه و همچنین افزایش میزان ترکیبات غذایی و عناصر غذایی در خاک و همچنین مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها و به یه نوعی افزایش دمای اطراف ریشه که همین باعث میشه مقاومت کنه در مقابل سرما. خب کود پاییزه در بهبود رشد و عملکرد محصول هم نقش داره، در بالا رفتن میزان دانه گرده و تشکیل میوه، افزایش میزان گلدهی نقش داره و به طور کل در راندمان و میزان برداشت محصول ما نقش ایفا میکنه. اما سوالی که معمولا باغدارای محترم از ما میپرسن در خصوص ترکیبات این کودهای پاییزه و زمان مصرف اون و نحوه استفادهش است. قبل از اینکه ما در خصوص ترکیبات کودهای پاییزه با شما صحبت کنیم، میخوایم بگیم که زمان مصرف اون معمولا نیمه پاییز یا اواخر پاییز هستش، چرا که بعد از اون با بارش باران و برف مواد غذایی لازم در اختیار گیاه قرار میگیره و گیاهو در مقابل عوامل بیماریزا و همچنین سرما محافظت میکنه. حالا نوبت به ترکیبات کودهای پاییزه شد. اگه خاطرتون باشه ما قبلا در خصوص نحوه پوساندن کود دامی با شما در ویدئوی قبلی صحبت کردیم. یکی از ترکیبات بسیار مهمی که ما در کودهای پاییزه باید به کار ببریم استفاده از کود پوسیده دامی هستش. خب کودهای پوسیده دامی هم میتونه کود گاوی باشه، هم میتونه کود پوسیده گوسفندی باشه، هم بعضی از حیوانات دیگه مثل اسب‌ها رو استفاده میکنن، اما میخوام به شما بگم که مد نظر ما کود پوسیده دام سنگین یا گاوی هست که بسیار اهمیت داره و در تمامی مناطق کشور هم قابلیت دسترسی و استفاده رو داره. خب نحوه پوساندنش رو خدمتتون قبلا گفتیم. می‌خوایم در رابطه با نقش و وظایفش صحبت کنیم. خب کود پوسیده دامی همجوری می‌دونید می‌تونه رطوبت خاک رو نگه داره، تا حدی شوری خاک رو بگیره، مواد غذایی لازم برای خاک تأمین کنه، باعث حاصلخیزی خاک بشه، باعث اصلاح بافت خاک بشه و عرضم به حضور شما که می‌تونه باعث بالا بردن میزان پهاش خاک بشه، خاک رو قلیایی بکنه. همین تیرگی کود دامی میتونه جذب نور خورشید رو بهتر داشته باشه، دمای اطراف ریشه افزایش پیدا کنه و به تبع آن مقاومت کنه گیاه در فصل زمستان در مقابل سرما. باعث افزایش زهکشی خاک میشه و از جهت اینکه سازگار با محیط زیسته و این نوع ارگانیک بودنش هست، این هم بسیار حائز اهمیته. قبل از اینکه ما ترکیبات و خدمت شما عرض کنیم، میخوایم تاکید کنیم که روش مصرف برای ما خیلی مهمه و
حتما باید کود پوسیده دامی رو که یکی از این ترکیبات هست به صورت چالکود مصرف کنیم که در ویدیوی مفصلا در خصوص چالکود صحبت خواهیم کرد. خب دومین ترکیب ما پتاسیم هستش. پتاسیم هم اگه خاطرتون باشه در یک ویدیوی جدا در رابطه ما نقش و وظایفش صحبت کردیم. سوم گوگرد هستش. گوگرد هم در یک ویدیوی کاملا توضیح دادیم خدمتون. و چهارم فسفات یا دی آمونیوم به عنوان منبع فسفر هستش که معروف به کود سیاه. این هم در یک ویدیویی خدمتون توضیحاتش رو کامل عرض کردیم. خب برخی معتقد هستن که ما برای تضعیف ریشه شاید صلاح باشه که ما از روش چالکود در پاییز استفاده نکنیم، اما با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از کود پوسیده دامی به عنوان یکی از این ترکیبات، ما قطعا باید ترکیبات کود پاییزی را به صورت چالکود مصرف کنیم، چون که فرایند چالکود ما انجام میدیم به خاطر کود پوسیده دامی، سایر ترکیبات هم حتما در همون چاله‌ای که عرض میکنم خدمتون نحوه استفادهشو با کود پوسیده دامی مخلوط میکنیم و استفاده میکنیم. اما چرا کود پوسیده دامی و سایر ترکیبات چالکود بشن؟ خب میدونید که ما چالکود رو تو سایبون درخت به ارتفاع 40 تا 50 سان معمولا چاله هایی رو حفر میکنه باغدار، به تعداد 4 چاله یا برخی به دلیل شرایط شیب زمین ممکنه به 2 چاله اکتفا کنن و همچنین بحث هزینه کارگری. در هر صورت تو سایبون درخت باید این چاله ها حفر بشه. و اینکه اگر ما کود پوسیده دامی رو مخصوصا در سطح بریزیم مشکلاتی رو برای گیاه به وجود میاره در آینده. هر چقدر ما فرایند پوساندن کود دامی رو به خوبی انجام بدیم، ممکنه تا حدی بذر علف هرز و همچنین تخم آفات هنوز در کود پوسیده دامی وجود داشته باشن. بنابراین با توجه به اینکه این مواردی که عرض کردم در آینده خسارتزا خواهم بود، حتما باید اجتناب کنید از مصرف کود پوسیده دامی در سطح. و اینکه اصولا علف هرز به عنوان یک گیاه زائد که هم مشکلاتی رو برای گیاه میزبان اون درخت میزبانمون ایجاد میکنه، مواد غذایی رو شریک میشه با درخت و گیاه میزبانمون، خودش یک عاملی برای تأمین مواد غذایی آفات محسوب میشه. اگر ما کود پوسیده دامی و سایر ترکیبات به صورت چالکود در ارتفاع دفن کنیم، این کار باعث میشه که مواد غذایی راحت تر در اختیار ریشه گیاهان قرار بگیره، چرا که به ریشه گیاه نزدیک میشه و گیاه به راحتی میتونه اونو بهره برداری کنه. و اینکه نکته دیگه اینه که بذر علف هرز و تخم آفات وقتی در اعماق قرار میگیرن، دیگه هم بذر علف نمیتونه رویش داشته باشه از اعماق بیاد به سطح، و همین که تخم آفات به یه نوعی قابلیت دیگه تکثیر نخواهد داشت و اینکه خسارت زا بشه در آینده در فصل بهار برای درختان مشکلات ایجاد کنه. پس خواهشمندم که حتما کود پاییزه رو به صورت چالکود مصرف کنید. عرض کردم در نیمه پاییز و یا اواخر پاییز استفاده کنید. در این مرحله میخوایم عرض کنیم خدمتون که حالا ما این ترکیبات رو برای درختان مختلف و با سنین مختلف به چه شکل استفاده کنیم. ترکیباتی که ما عرض کردیم خدمتون یک حالت عمومیت داره و حالت اختصاصی نیست، و برخی از محصولات که ویژگی‌های خاصی دارن، مثل فرض کنید درخت پسته که یک درختی که به یه نوعی شوری رو قابلیت تحمل شوری رو داره، ممکنه میزان همین ترکیبات هم قابلیت تغییر داشته باشه. اما به طور کل میخوام بگیم در اکثر مناطق کشور این ترکیبی که ما به شما گفتیم یه ترکیب عمومی محسوب میشه و حتما با تأمین مواد غذایی درختان روبرو خواهید شد و هیچ خسارتی هم برای شما در پی نخواهد داشت. ضمن اینکه بعضی ها معتقدن که بعضی از ترکیبات مثل خانواده سولفات ها، سولفات روی، سولفات منگنه، سولفات مس هم استفاده میکنن در ترکیبات کود پاییزه. اما ما میخوایم بهتون بگیم که این ترکیبی که عرض کردیم که شامل کود پوسیده دامی، پتاسیم، فسفات و
کود سیاه یا آمونیوم یا فسفات هستش. این چهار ترکیب یه ترکیب عمومی هست و در اکثر مناطق کشور جوابگوی شما خواهد بود. حالا ما میایم توی این مرحله برای یه درخت 5 ساله میزان استفاده از این کودها رو خدمتون عرض میکنم. برای درخت 5 ساله توصیه ما 2 فرغون کود پوسیده دامی هست. حالا این که ما میگیم 2 فرغون، بعضی از کشاورزا یا باغدارا به مزی میگیم 2 فرغون، فکر میکنن که یک حجم گسترده‌ای از کود دامی میاد و ممکنه باعث گیاهسوزی محصولشون بشه، ولی این شکلی نیست. کود پوسیده دامی 2 فرغون فقط حجم داره، به لحاظ وزنی وزن زیادی نداره. عزیزان نگران این موضوع نباشید. 2 فرغون کود پوسیده دامی به صورت چالکود، 500 گرم کود گوگرد پشت سرش میریزید. قبلا هم عرض کردم خدمتون یکی از ترکیباتی که برای پوساندن کود دامی در اون ویدیو توضیح دادم خدمتون گوگرد هستش. ما علاوه بر این که گوگرد در اون کود پوسیده دامیمون وجود داشته، ولی به صورت جداگانه 500 گرم برای درخت 5 ساله گوگرد میریزیم روی کود پوسیده دامیمون. پشت سر اون کود پتاسیم رو میریزیم، اونم به میزان 500 گرم برای درخت 5 ساله، و پشت سرش کود سیاه یا دیامونیوم هم به میزان 500 گرم مصرف میکنیم. بعد از اینکه این فرایند انجام شد، بر روی این ترکیبات ریختیم خاک و میریزیم روش، انگار که ما داریم فرایند دفن رو انجام میدیم، داریم دفنش میکنیم اون کودا رو. خاک رو کاملا میریزیم و هم سطح میکنیم با قسمت‌های دیگه باغمون. این یه کلیاتی بود که به صورت خلاصه وار اومدیم در رابطه با ترکیبات کودهای پاییزه و نحوه استفادهش خدمتون عرض کردیم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید و مفید فایده واقع شده باشه. ممنون هستم که تا آخر ویدیو با ما همراه شدید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. خدا نگهدار شما.